صدها ایرانی روز سه‌شنبه در مقابل شهرداری سان فرانسیسکو گرد آمدند تا حمایت خود از تظاهرکنندگان در ایران را نشان داده سرکوب خونین دولت جمهوری اسلامی را تقبیح و محکوم کنند. It is absolutely essential that we continue as an Iranian-American community. ضروری است که جامعه ایرانیان آمریکا اندیشه تظاهرات مسالمت‌آمیز و بدون خشونت را اشاعه دهد. به رغم اینکه دولت ایران با انتخابات مجدد و هر گونه آزادی بیان مخالفت می‌کند، ما نمی‌خواهیم اوضاع ایران به یک تیانمن دیگر تبدیل شود. چند ساعت پس از این گردهمایی، شورای شهر سان فرانسیسکو طی قطعنامه‌ای حمایت خود از مردم ایران را در مبارزه آنان برای آزادی و دموکراسی اعلام کرد. این قطعنامه از دولت ایران می‌خواهد حق مردم را جهت برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز به رسمیت شناسد و انتخابات قابل اطمینان و شفافی را برگزار کند. تظاهر کنندگان در حالی که تصویر ندا آقا سلطان را که به نماد تظاهرات در ایران و خارج از کشور تبدیل شده است در دست داشتند، برخورد خشونتبار دولت ایران با تظاهر کنندگان را به انتقاد گرفتند. دنیا ناظر بود که ندا چگونه درگذشت. مایه تأسفی که او نماد این تظاهرات شد. گرچه ما فریاد او را نشنیدیم، ولی به وضوح اون چرا که میخواست به دنیا بگه شنیدیم. در حالی که دانشجویان ایرانی که در آلمان در حال تحصیل هستند، در شهر گریشهایم در نزدیکی فرانکفورت مرکز خبری تشکیل دادند و به طور 24 ساعت اخبار ایران و گزارش‌های روزنامه‌های آلمان در مورد ایران را توسط اینترنت پخش می‌کنند، فرانکفورت روز سه‌شنبه صحنه تظاهرات ایرانیانی بود که در سکوت با افروختن شمع خواستار پایان دادن به کشتار در ایران بودند. یکی از تظاهر کنندگان گفت از آنجا که اجازه سوگواری برای کشته شدگان تظاهرات در کشور داده نشد، ایرانیان در سراسر جهان باید برای آنان مراسم سوگواری برگزار کنند. اسلو پایتخت نروژ نیز صحنه تظاهرات ایرانیانی بود که حمله خشونتبار نیروهای دولتی ایران به تظاهر کنندگان را محکوم کردند. ایرانیان ساکن ونیز ایتالیا با پوشیدن پیراهن‌هایی که تصاویر خونین تظاهرات بر آن نقش بسته بود و در تظاهراتی که شبانگاه به گرد همایی به منظور یاد بود و سوگواری کشته شدگان تبدیل شد، همبستگی خود با هم میهنانشان را ابراز داشتند. از سوی دیگر در لیورپول بریتانیا تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های سبز حمایت خود از جنبش سبز ایران را اعلام داشتند. گروهی از ایرانیان ساکن سوئیس نیز در مقابل سفارت ایران در برن صدای اعتراض و خشم خود را به جهانیان رساندند.